با سلام و درود خدمت تمام بیننده و شنونده‌های عزیز، انشالله هر جای هستید خوش و سلامت باشید. شنونده‌های عزیز، خوش آمدید با برنامه میهن من که در قسمت معرفی بادام و نحوه پروسس اون در ولایت دایکندی و همچنان تاثیرات خوش‌سالی در کمیت محصول بادام را در ولایت دایکندی به بررسی می‌گیریم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید. بادام یکی از عمدترین و مشهورترین محصولات زراعتی ولایت دایکندی است. هزاران باغدار در این ولایت از همین را امراری معاش میکند. بادام دایکندی در سالهای اخیر شهرت زیادی نیز کسب کرده است که بر اساس یک گزارش وزارت زراعت در سال 1398 بادام ولایت دایکندی از نگاهی کیفیت در صدر تمام ولایت‌های تولید کننده بادام در کشور قرار گرفته است. در ولایت دایکندی 24 گونه بادام تولید می شود که ستاربایی و سنگک از معروفترین و بیشترین است که درختان نو کفمل، کاغذی، ستاربایی و عبدالواحدی نسبت به سنگک کمتر است. حدود 80% حاصلات میوه خوش در دایکندی را بادام سنگک تشکیل می دهد. بر بنیاد آمارها نزدیک به 90% باشنده های دایکندی زراعت پیشه هست و نزدیک به 80% زندگیشان متکی به حاصلات بادام است. دایکندی ولایتی که بزرگترین تولید کننده بادام در کشور به حساب می آید، اما تا هنوز در این ولایت این محصولات به صورت غیر معیاری به شکل سنتی و دستی پروسس می شود. در حال حاضر بادام این ولایت از سوی بازرگانان محلی به شهرهای کابل، قندهار و غزنی منتقل و در اونجا پروسس و به بازار داخلی و خارج عرضه می گردد. البته در ماهی سرطان 1399 مؤسسه آکسفام دو کارخانه کوچک بادام را یکی در مرکز و دیگر در ولسوالی شهرستان این ولایت ایجاد کرد که شکستن هسته بادام، جداسازی هسته کوچک از بزرگ، سفید کردن مغز و همچنان تولیدات مسکه بادام از کارهایی است که این دستگاه انجام می داد. اما فعلا این دستگاه ها چندان مورد استفاده قرار ندارد. شدت خوشسال های پسین در ولایت مرکزی دایکندی رنج زندگی را بر مردم این ولایت چند برابر سخت کرده است. بادام فراورده عمده کشاورزی و معرفی ولایت دایکندی در کشور است و بر بنیاد اون چیز قانون میگویند در سال جاری میزان محصولات بادام کاهش یافته است و از دولت میخواهد که در قسمت این مسئل دست آنان را بگیرد. حاجی وزلی، یک تن از باغداران، میگوید که میزان حاصلات درختان بادام نظر به سالهای گذشته کاهش یافته و حتی درختان زیادی خشک شده است. این باغدار قبلا سالانه از درختانش حدود 1200 سر بادام برداشت میکرد، اما فعلا این مقدار به 50 سر کاهش یافته است. او با نگرانی از این وضعیت میگوید که امسال شماری از درختهای بادام خشک شده است و باقی مانده دیگری آنها هم مغز ندارد. بادام نسبتاً در سالهای گذشته امسال هیچ زم نبود. اولا ما سالهایی که ما خودم 63 سال عمر دادم، سالهایی که اینجا بادام داشتیم، سالیم 12 سال بادام ما برداشت بادام ما بود. فعلا ما امسال تمام بادام خود زدیم 53 سر بادام شده. بعد از امارت اسلامی خواهشن از ما نمیه که برای مردم زمین کار فراهم کنه که مردم مصرف کار باشد. تمام 30% از بیکاریه. اگر مصرف خود ما شخصا اگر ما مصرف کار باشیم بگو 100% 200 روپیه برده معاشت ما زیال خورمونم که ایال ما گوش نگی نموره. اگه بیکار باشیم و صبح تا بگر دل افته باشیم مثلا ما چیکار با ایال ما هم گوش نه خود ما هم بیکار حتما دست خدا حتما یک سلاخ دیگه داریم که یا دوزی خدای نکرده یا برادر یک کار دیگه مونیم که همون نان پیدا شد بر مردم یک کار بنیادی کنه که مردم هم از اون نان بخوره معاشات زندگی کنه به خاطر از اینکه این مردم از پای افتاده ای. از یک سطح ببینید من بسته قریب دشت نیلی سنگی بوم یعنی این اندازه یک بند تازه به شما روان پیدا میتونید که نه این که خوشسالیه برای مردم زمین کار فراهم کنه برای مردم برادر مردم از فقر و گرسنگی نجات بده. علی یک کشاورز دیگر نیز قصه مشابه را بیان میکند. او نیز از رکود حاصلات بادامشان به اثر خوشسالی شاکی بوده و میگوید دهقانان به مشکلات زیاد روبرو است
و از دولت میخواهد که بعد قانون درختهای اصلاح شده توزیع و سیستم یابیاری معیاری را نیز به آنان آموزش بدهد. مشکلات خشکسالی در چند سال اخیر خیلی مصد حاصلات بخی پایین است. دیگه خیلی مردم در مشکلات زیاد دست پنجه نرم بودن، خیلی ها مهاجر شدن. سالایی که آب بود ما مثلا بادام خوب میگرفتیم. هر مثلا خانه های معمولی حدود 200 سیر 300 سیر اینا بودام داشته، اما فعلا 20 سیر 10 سیر اینا بیشتر نیست. اگر خوشسالی همی رقمی ادامه پیدا کنه دیگه مجبور است که تمامی داستان ترک کنیم و توجه دولت هم که نشوه که بیخی دیگه. اگر توجه دولت باشه در این راسته که مثلا خوشسالی زیاد است، مجبور است ما هم در پالای کاروبار خود زحمت میکشیم تا یک مثلا بود یا زمینداری ما به شکل سنتی نباشه، یک مقدار به شکل پیشرفته تر سنتی تر باشه، زندگی ما احتمالا خوبتر شد. یک روستا بالاتر حاجی سلطان از دیگر باغدارانی از دو میگوید دو سال پیش که وضعیت آب و بارندگی بهتر بود با دام خوبی برداشت کرد، اما امسال به اثر خوش شدن کاریزها بادامشان هیچ ثمره‌ای نداده است تا برای مصارفشان استفاده کند و فعلا تنها چشم به روی کمک‌های دولت و مؤسسات است. من که بود دولت ما خیلی حاصلات ما بود، نمی‌خواست که خشکی شده، نمی دولت با کلی یه حاصلات نداده، خالی با میگه که کمک کی به او کی بیا. سالای اول 300 سی 300 سی تا 400 اما بادام حاصلات بال کردیم. بعد از اون که خشکی شده درختام کل خشک شده، کاریزام خشک شده، حالا ایران مانده که چیکار کنیم؟ کمک از دولت میخوای که مخ رایت خ مغلا گجا شوی، ما یه حاصلات نداری. با کلی حاصلات ما زمیندار بودیم، ما زمین داشتیم در خوگ مینالی از زمین خلاص. ای اونیه مشار دادن بادام خشک شده، نم خشک شده مانده دیگه چیز ما نداری. باغداران تایکوندی اما همواره شکایت میکند که به علت نبودی دستگاه پروسسه بادام، بازرگانان محصولات بادام این ولایت را همه ساله به قیمت بسیار پایین خریداری میکند و به ولایت‌های غزنی، کابل و قندهار منتقل کرده و از اونجا به خارج از کشور صادر میکند. در کنار اون آنان از حکومت میخواهد تا زمینه پروسس بادام در دایکندی مهیا شده و برای خرید و فروش بادام مارکت مشخص در نظر گرفته شود. با این حال بازرگانان محلی دایکندی ضمن خوشحالی از امنیت راه‌ها ولی از پایین آمدن بهای بادام شکایت دارد و میگوید که بهای این محصول امسال به علت خوشسالی و بی‌کیفیت بودن باعث افت ارزش بادام در بازارهای داخلی شده است که از این ناحیه ضرر مالی زیادی را متقبل شده است. انجینر نظر محمدی که از بازرگانان مرکز دایکندی بادام را یکی از محصولات مهم ولایت دایکندی عنوان میکند و میگویند که بادام یگانه منبع عایدات باشندگان و دهقانان این ولایت است و این میگوید که امسال بازار معاملات بادام به دلیل خوشسالی کار و باریونها به توان است و از دولت میخواهد تا در قسمت بازاریابی این محصول همکاری کند. تا فعلا از اون روزی که امارت اسلامی آمده الحمدلله 100% امنیت هستند. از لحاظ امنیتی در مسیر راه که عبور و مرور مونیم ما هیچ موانعی، هیچ مشکلی برای ما نبوده و نیست انشاءالله. وضعیت فروش بادام در دایکندی نسبت در سالهای قبل خوب نیست به خاطر نبود یا کمبود آب و یا خوشسالی. 3 سال پی همی که در این مناطق آمده مغز بادام تقریبا ناکام بوده. امسال از این مغز بادامی که ما روان مونیم در کابل مارکت صحیح نداره. فعلا امسال تقریبا ما را توان داده این بادام، سودی صحیح ما نتونستیم از این بگیریم. اصلا این مردم خو چیزی دیگه ندارن، اینجا نه ساخت و ساز است، نه کارخانجات است، هیچ چیزی نیست. تماما آیدی از یا همی بادامشان هستن، همی درختشان هستن. متاسفانه که امسال یم نشدن برای از یا بخاطر نبود یا کمبود آب درخت ها نتنستن که سعی حاصل بتن برای صاحبای خود. دایکندی خوب بیخی یک ولایت زراعت پیش است. نبود آب یا کمبود آب محصول بادام تقریبا از 50% هم پایین آورده امسال. بادام های مردم در حال خوش شدن است و بادامی را محصولی را که امسال مردم از درخت های خود برداشت کرده ما مغز صحیح نداره، یعنی تقریبا ناکام هستن، صحیح حاصل ندادن بادام های امسال. حکومت امارت اسلامی اگر یک همکاری بکنن که برای
میوه خشک دایکنجی یا ولایت دیگه افغانستان یک مارکت پیدا کنن که صحیح به فروش برسن، بسیار کار خوب خواهد بود. دور محمد یک تن از دیگر بازرگانان محلی میگوید که چندین بار بادام را به کابل روان کردیم ولی به علت بی‌کیفیت بودن بادام تاوان کردیم. با این میگوید که در حال حاضر 7 کیلوگرم بادام سنگکی به 600 افغانی در بازار نیلی فروخته می شود، در حالی که به گفته او در سالهای گذشته هر سر بادام سنگکی تا 1000 افغانی و حتی بیشتر از اون هم به فروش می رسید. والا بادام وضعیت خیلی خراب امسال، اولا خیلی بلند بود، هر چی که رفت دیدی بس پایین آمد دیگه، هر چی که رفت وزنش کمه. چرا خراب؟ مغزش کمه، آو نخورده خوشتالی بوده بخاطر کم مغزی خو خیلی پایین آمده. بازار دیگه خوب نیه، امون بخاطر که مغز نمیده، امونجا ما سیر ساعت یا کنیم ساعت تا 200 هم ازی تاوان کنیم. در کندی اگر بادام دیگه هیچ چیز نداره، گندم خو نیه دیگه، حاصلات ماش و جواری و چیزا وجود نداره غیر از بادام. بادام هم نیم سال یک مقدار بار کده، سال دیگه بازم میرم دم جدید است بخاطر که او نبوده. دولت هم یک مارکت سیتر دزی که پیدا کنه، که یک روچای زیر پیدا کنه، تجارت دزی سیتر شونه خمه خواد، غیر از او یه نمی رقم موره دیگه بسیار پایین میاد. این در حالی است که بادام دایکندی پیش از این به امارات متحده عربی، هندوستان، ازبکستان و برخی از کشورهای اروپایی صادر می شد، اما امسال بادام دایکندی با مشکل مواجه شده است. در همین حال مسئولین ریاست زراعت دایکندی می گوید خشکسالی و نبود آب کافی برای زارعین تاثیرات منفی گذاشته است. آنان می گوید طبق معلومات ریاست زراعت ولایت دایکندی نشان می دهد که حاصلات بادام به دلیل ناکافی بودن ریزش برف و باران امسال قناعت بخش نیست. مسئولین می گوید که نظر به ارزیابی ریاست زراعت دایکندی، حاصلات بادام این ولایت امسال بیشتر از 20,000 متریک تون برآور شده است، در حالی که در سال قبل 25,000 متریک تون حاصلات داشتیم. امسال خود در ولایت دایکندی بسیار خوشحالی بوده، اما خوشحالی با وجود خوشحالی هم بادام کشت بادام خوب بوده. از سال 499 کم، بسیار کم نبوده، تقریبا 25% یا 20% کم بوده، زیاد از او کم نبوده. با کمبوتی که بادام بوده مثال به مناسبت ازواج چی بوده، ازواج خوشحالی بسیار بسیار خوشحالی بوده منجر، اما خوشحالی کوستانی است، اما کاری زو چی برمه ها و سولرها نداره، اما کلش کار زراعت که میشه، اما با چی بارندگی و برف میشه، اما سال قبلی که بود، زمستان قبلی که بود، برف و چی نبوده، اما بارندگی نبوده، اما خوشحالی بسیار بوده. از واجه خوشحالی بادام، کشت بادام تقریبا 20% کم شده از سالهای قبلی. اما سروی کده، ایهات رفته با رسوالی ها، با کلوس رسوالی ها، با دهقین صحبت کده، با باغداره صحبت کده، اما چی راجم کده سیست، اما کلش بادام راجم کده که چند بوده، اما تقریبا ۱۵۳۸ هکتار زمین بوده باغداری بادام، اما مجموع حاصلات بادام که است 20,057 متریک تقریبا شده. رئیس زراعت دایکندی میگوید در تلاش رشد احداثی باغ‌های معیاری بادام، پروسس و بسته‌بندی و بازاریابی برای این محصول میباشد. ولایت که است بسیار خوب ولایت برای چی است، برای کشت بادام است، اما به مردم کوشش کردیم، با چی با شرکت‌های هم کوشش کردیم، اما با هم صحبت کردیم، با هم ما تلاش میکنیم، اما که باید نهرهای خوب و کم آب میخواه و با کم مواد چی میشه مرض بسیار نداره، اما نهره باید بارد کنه با چی. با وزارت خود پلانه را جور کردیم، اما را همین شرا روان میکنیم، اما چی در موسیقات هم بار بار صحبت کردیم، با موسیقات هم انشالله توجه برای کشتی بادام و دیگه زراعت گندم و للمی و اما را جلب کردیم انشالله، و کوشش میکنیم که بغیر از بارندگی و برپم یک چیز پیدا شوه که برای دهقین و باغداره یک کمک بکنه با چی در بخش بادام و کشت و زراعت دیگه شوه.
دوی کندی جمله ولایتی مرکزی است که زراعت و مالداری بخش عمده اقتصادی مردم این ولایت را تشکیل می دهد. بیش از 90% مردم آن زراعت پیشه است. سالهای پیش هر سر بادام کف مل، کاغذی و ساتربادی از 3 تا 5 هزار افغانی و بادام سنگکی که بیشترین تولیدات باقی دایکندی را نیز تشکیل می دهد، هر سر اون تا 1 هزار افغانی در بازارهای داخلی به فروش می رسد. شاندای عزیز، این بود برنامه میهن من که در مورد بادام و حاصلات اون در دایکندی برایتان تهیه کردیم. انشالله که خسته نشده باشین تا برنامه به شما را به خدا سپرده و اوقات خوش را برایتان خواهانیم.